در بیشتر موارد ما دیدیم که یک موشک با یک هدف برخورد کنه و هدف رو بزنه نابود کنه و به خاطر این موضوع از موشک تعریف کردیم. اما در کمتر مواردی گفته شده که کارایی موشک به این شکل با این دقت گاهن به حامل موشک بسته داره نه به خود موشک. در بعضی موارد که هدف در برد موشک نیست، این حامل موشکه که با تحرک خودش موشک رو به نقطه‌ای میرسونه که هدف در دسترس قرار بگیره، یا حتی این که حامل موشک رو به نقطه‌ای حمل میکنه که وقتی شلیک میشه توان مقابله با اون برای دشمن سخت میشه، و یا حتی این که به حالت غافلگیرانه به سمت دشمن شلیک میشه. این موضوع نشون میده که چقدر حامل موشک میتونه برای موشک تاثیرگذار باشه و اهمیت این موضوع امروز انقدر زیاده که وقتی یک موشک رو طراحی میکنن و میسازن همزمان به فکر ساخت سامانه موشکی اون هم هستن، یا همون حامل موشک یا سامانه پرتابگر اون که بتونه موشک رو با تحرک بالا در نقاط مختلف جابجا کنه، بتونه سریعا واکنش نشون بده، موشک رو به محلهای صعب العبور یا حالا هر جایی که لازم باشه ببره، شلیک رو انجام بده و سریعا از منطقه خارج بشه. حالا مباحثی مثل استتار، اختفاء و سایر مسائل دیگه جای خودشون. کشور عزیزمون سالهاست که جزو سازندگان موشک‌های کروز و بالستیک در دنیاست و بسته به نیاز خودش انواع موشک‌ها رو در تعداد و تیراژ مختلف تولید کرده. اما از زمانی که ساخت موشک در کشورمون شروع شد، اهمیت سامانه پرتابگر هم مشهود بود و کشورمون همزمان با اتکاب متخصصان خودش به سمت ساخت حامل‌ها و سامانه‌های پرتابگر موشکی رفت. یعنی در طی اینکه همزمان موشک‌های کروز و بالستیک در کشورمون طراحی و ساخته می‌شدن، سامانه‌های پرتابگر اونها هم طراحی و ساخته می‌شدن. چون بحث امروزمون در مورد سامانه‌های پرتابگر موشکی دریاییه، یه مثال خیلی واضحه در مورد موشک‌های دریایی بزنیم. در دهه 80 وقتی که کشورمون موشک سی 802 رو با مهندسی معکوس تحت عنوان نور تولید کرد، سامانه موشکی اون رو هم کاملا طراحی کرد و ساخت که شامل چند خودروی پرتابگر، خودروی فرماندهی و خودروی رادار بود و حالا خودروهای ارتباطی و ژنراتور و سایر مسائل دیگه. کل سامانه از پلتفرم چرخدار استفاده میکرد که تحرک سامانه رو افزایش میداد. حالت تجاری توی سامانه حفظ شده بود که سامانه در صورتی که در جاده ها در زمان جنگ تردد کنه، شناسایی اون کمی سخت باشه. یک تجربه موفق برای کشورمون این سامانه بود. نمونه های بعدی هم بر اساس همین ایده، حالا با حفظ حالت تجاری و حالا تا حدودی تجاری تر طراحی و ساخته شدن و باعث شدن که به راحتی هرچه تمامتر امروز ما سامانه هایی داشته باشیم که یعنی با نمونه تجاری که مو که نمیزنه هیچ، آنچنان استتار اختفاء داره که گفتن نداره. اما به هر حال همزمان که کشورمون با استفاده از پلتفرم‌های چرخدار و شاسی‌های تجاری سامانه‌های موشکی خودش رو خصوصا در بخش کروزهای دریایی طراحی و تولید می‌کرد، موضوع دیگه‌ای مد نظر قرار گرفت. با وجود اینکه اون سامانه‌های تجاری با پلتفرم‌های چرخدار تعداد مناسبی موشک کروز هم می‌کردن، گاهن 2 یا 3 فروند موشک هم می‌کردن، اما با این حال یک موضوع مشهود بود و اون این بود که این سامانه‌های موشکی باید برای جنگ‌های آینده با قابلیت‌های بهتر مجدداً بازنگری بشن و طرح اونا مجدداً بازطراحی بشه. با توجه به رصد جنگ‌ها و تجربیات کسب شده از درگیری‌هایی که طی سال‌های گذشته رخ داده، متخصصان کشورمون متوجه شدن که برای حفظ حالت حملات تدافعی خصوصا در بخش موشک‌های کروز، اون هم در برابر نیروهای دشمن، باید به فکر سامانه‌هایی باشن که بتونه به راحتی هرچه تمامتر در شدیدترین سناریوی ممکن کارهای خودش رو حفظ کنه. دستورالعمل‌هایی نوشته شد، سطح نیازهایی برآورد شد، حداقل و حداکثر نیازها و پارامترها تعریف شد و سامان برای ساخت و تحقیق و توسعه کار اون شروع شد. این سامانه موشکی طی چند سال گذشته دوران تحقیق و توسعه خودش رو با موفقیت سپری کرده و امروزه در حالت عملیاتی قرار داره و الحاق اون در مراسمات گذشته دیده شده. در چند رزمایش سالهای گذشته این سامانه برای تست‌ها و تمرینات حاضر میشد، اما در رزمایش اخیر دریایی کشورمون این سامانه کاملا رونمایی و در معرض دید عموم قرار گرفت، اون هم با تعداد بسیار قابل توجه. چند فروند از اون در یکی از جزایر کشورمون مستقر بودن و اقدام به شلیک. این سامانه که با هدف پاسخ به شدیدترین سناریوهای جنگی ممکن طراحی و تدوین شده، چیزی نیست جز سامانه موشکی کروز ضد کشتی خاتم 8. سامانه موشکی خاتم 8 یه سامانه موشکی از نوع کروز ضد کشتیه که برای انجام حملات تدافعی و تهاجمی در رینگ پدافند ساحلی طراحی و ساخته شده. پلتفرم چرخدار در کنار شاسی تجاری و قابلیت تجاری سازی شده محفظه پرتاب این سامانه رو به حالت استتار و اختفاء فوق‌العاده‌ای رسونده و باعث شده که در زمان جنگ احتمالی تشخیص اون برای سامانه‌های شناسایی دشمن بسیار سخت باشه. هرچند که در برخی از گزارش‌ها ذکر شده که این سامانه میتونه 6 یا 8 تیر موشک حمل کنه که این موضوع اصلاً قابل تایید نیست. تحت هیچ شرایطی، چون هیچ منبع مشخصی این موضوع رو نگفته و هیچ عکسی هم در این رابطه دیده نشده و هرچی هم ما عکس در آوردیم و نگاه کردیم لودهای 4 موشکی بود. اما خب از این موضوع بگذریم. این سامانه هم توانایی این رو داره که خودش کشف هدف رو انجام بده چون به رادارهای سری افق مجهزه و هم این که توانایی هدایت موشک رو داره و میتونه انواع موشک‌های خانواده نصر و نسیر رو حمل و پرتاب بکنه و حتی در برخی از منابع توان حمل موشک‌های کروز ضد کشتی ظفر هم برای اون ذکر شده. از طرف دیگه این سامانه ویژگی‌های بسیار ممتازی داره. از جمله ویژگی‌های برجسته این سامانه اینه که دومین سامانه موشکی کشورمونه در کنار سامانه ولایت 5 که در ساختار نیروی دریایی ارتشه که میتونن همزمان این دو سامانه محفظه پرتاب رو به صورت 2 درجه آزادی تغییر جهت بدن. منظور از 2 درجه آزادی در اینجا اینه که محفظه پرتاب در سایر سامانه های پرتابگر ابتدا در جهت افق بعد در جهت عمود تنظیم میشد، اما در این سامانه یعنی هم خاتم 8 و هم ولایت 5 ما شاهد این هستیم که محفظه پرتاب به طور همزمان هم در جهت عمود و هم در جهت افق تغییر جهت میده. ویژگی دوم و فوق‌العاده ممتاز این سامانه که اون رو به اولین سامانه با این ویژگی تبدیل کرده قابلیت چرخش محفظه پرتاب به صورت 360 درجه است. این سامانه این توانایی رو داره که محفظه پرتاب خودش رو در جهت افقی به شکل 360 درجه بچرخونه. این توان برای این سامانه محفوظه که محفظه پرتاب خودش رو در کمتر از 10 ثانیه در حالت 180 درجه بچرخونه، یعنی اینکه یک هدفی رو 90 درجه به چپ با موشک شکار کنه در کمتر از 10 ثانیه محفظه پرتاب رو به 90 درجه از سمت راست تغییر میده و یک هدف دیگر رو میزنه. این موضوع باعث میشه که سامانه بدون احتیاج به جابجایی و با حفظ حالت سکون خودش هر هدفی رو با تغییر محفظه پرتاب در جهت مناسب نابود کنه. موضوع بعدی در رابطه با این سامانه موشکی اینه که این سامانه اصلا جکی هیدرولیکی نداره. سایر سامانه ها حتی سامانه ولایت 5 که یکی از نمونه‌های برجسته کشورمونه برای شلیک توقف میکنن، جکای هیدرولیکی خودشون رو مستقر میکنن، سامانه رو کاملا فیکس میکنن، کار کشف هدف انجام میدن و موشک رو شلیک میکنن. سامانه خاتم 8 اصلا اینطور نیست. در حین حرکت میتونه هدف رو کشف کنه، موشک رو آماده کنه یا با یک توقف کوتاه یا در حین حرکت با سرعت کم موشک خودش رو شلیک کنه و مجددا به حرکت خودش ادامه بده. ویژگی ممتاز بعدی این سامانه هم همین ویژگیه، قابلیت شلیک در حین حرکت. همونجور که گفتیم این سامانه میتونه در حین حرکت با سرعت‌های پایین، یعنی کمتر از 20 کیلومتر، هدف رو کسب کنه، موشک رو آماده کنه و شلیک کنه. کار کشف هدف و هدایت موشک رو هم میتونه در حالت حرکت کاملا انجام بده. این ویژگی باعث میشه که این سامانه برای انجام حملات بزندر رو یا تاکتیک های اختفایی بسیار مناسب باشه، به حدی که در یکی از رزمایش‌ها این سامانه از درب تونل موشکی خارج شد، سرعت خودش رو به حد مناسب رسوند، موشک رو سریعا شلیک کرد و سریعا دور زد و با افزایش سرعت خودش رو به داخل درب تونل موشکی رسوند. در کمتر از کلاً 20 ثانیه این سامانه از درب تونل موشکی خارج شد، موشک رو شلیک کرد و مجددا برگشت داخل تونل موشکی خودش. خب اینا ویژگی‌های برجسته این سامانه بود. ویژگی‌های دیگه‌ای هم این سامانه داره. به طور مثال توان تطابق با ساختار پدافند غیر عامل، امکان ایجاد تاکتیک‌های جدید، توان شرکت در انواع عملیات‌های تهاجمی و تدافعی، امکان ایجاد حملات بزندر رو و امکان کارایی کامل در انواع سناریوهای جنگی از جمله ویژگی‌های دیگه این سامانه است که باعث شده سامانه موشکی خاتم 8 که امروز هم در شرایط عملیاتی قرار داره و در جزایر کشورمون هم مستقر شده، به یکی از بهترین و برجسته ترین تولیدات کشورمون در بخش سامانه‌های موشکی تبدیل بشه. سامانه موشکی که تونسته تعریف جدیدی از سامانه‌های موشکی برای کوشک‌های کروز رو ارائه بده. در کل اگه بخوایم چند جمله خلاصه در رابطه با این سامانه بگیم به عنوان جمع‌بندی نهایی، میتونیم اینگونه بیان کنیم که این سامانه چنان تجربه موفقی برای کشورمون بوده که امکان ساخت نمونه‌های بروزتر از اون با موشک‌های دوربردتر کاملا وجود داره و باید منتظر آینده بمونیم که ببینیم نمونه‌های جدیدتر از اون تولید میشه یا نه. ولی این تجربه موفق در بخش دفاعی قدرت قابل ملاحظه‌ای رو در اختیار یگانه‌های موشکی نیروی دریایی قرار داده. از تک تکتون متشکرم که تا انتها با ما همراه بودید و با نگاه‌های گرمتون ما رو دنبال کردید. تا دیداری دیگه همتون رو به خداوند بزرگ متعال می‌سپارم. تا درودی دیگر، بدرود.